کی فکرشو میکرد یه روز فدایی به هیچ کس دیس بده و واقعا اش تو چشام جمع شده از ناراحتی که چی شد همچین اتفاقی افتاد. عجیبه. فدایی ترک داده به نام یادگاری دیس سروش هیچکس. خیلی واقعا سخته، یعنی جزء رفاقت هایی بود که من گفتم هیچ وقت این لکه‌دار نمیشه، بد نمیشن با هم دیگه. ولی بریم بشنویم فدای یادگاری. آده این برو بریم. مردی که پوپولیست به ما نمیچسبه تو دهی و کمونیست، هوچیگری کارت تو آخر خطی ملتف دایره، زیر میگیری ما رو در نره تایره. 83 فائزه چقدر داده بود مایه بس فکر میکن. 83 فائزه کیو میگه؟ فائزه رفسنجانی؟ تایره زیر میگیری ما رو در نره تایره. 83 فائزه چقدر داده بود مایه بس فکر میکنه که عباس ولی امامزاده تایره. یه نخاله بودی قاطی ما نباشیم که به خودت میزنی لایی با کات. بالاخره کاسه یه داغی آش روبای پیر پیش رو که دور زدی تو مالزی، تو همه رفیقاتو دادی لاکار مار. پیش رو دور زدی تو مالزی، لوبیای سهرامی زدی. شنیده باشین که قطعا شنیدین. واقعا حالا بد سر شنیدن این آهنگ. یا آش روبای پیر پیش رو که دور زدی تو مارزی، تو همه رفیقاتو دادی لاکار ما رو کردی زیر انگ روحانی و نایاک. صورت جنگ پرانی میلرزه پاهات، جز مراسم کالت خون تو میخوریم جای آب انار. راست بگو هنو اکس نمیگیری با زنا، شورت سفید رو بنده میزنی گیره به احسازاده اک. یه آهنگ داشت هیچکس که میگفت من رپرم چون شورتم سفیده، یه همچین چیزی. اومده با دوتا کیسه برنج فیلم بازی نکن قاسمی، تو بنده میزنی گیره به احسازاده اکم. اومده با دوتا کیسه برنج آزاده کمپ دوتا کیسه. واقعا حالم بده. بازی نکن قاسمی قبل ما ریده به تو که رفبری قدرت تو از دیکتاتورم میشه گرفت. به ساز ارتش سایبری و که تخریب، مسلمون بودن سخت نی میذاری سخت مسلمون بودن. چرا واقعا چجوری دلتون اومد؟ ساز ارتش سایبری و که تخریب، مسلمون بودن سخت نی میذاری صف پشت ما. لو دادی چیریک و رئیس مخبرا باید به تو لو دادی چیریک و لیبل چیریک و یعنی آخه آدم نمیدونه کی داره الان راست میگه. فدای اول یه توییت گذاشت که مثلا هیچکس از ملتفت ما انداختیمش بیرون. بعد هیچکس یه رشته توییت گذاشت که یه خیلی کامل توضیح داد. دیگه فدایی و مهدیار هیچی نگفتن. الان فکر میکنم نزدیک یکی دو ماه میگذره یه دیسترک دادین. دخنی میذاری صف پشت ما، لو دادی چیریک و رئیس مخبرا باید به تو میدادیم بیلیتو خودتو دیسترک بیلیت که به حسین داد میگه باید به تو میدادیم. لو دادی چیریک و رئیس مخبرا باید به تو میدادیم بیلیتو خودتو خاکی میکردی بشینی جای بوس. قسم به ماه پر تو فرقمون تو به مرگ آقای لشکری کجا میری تو عبد توی گله گیر پای گود تو اگه ما نباشیم میشی نوچ. وای دهنتونو سرویس مهدیار چیکار کردی با این رفاقت؟ گله گیر پای گود تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم جلد میشی مثل کفتر یعنی آخراش گن زدی دم رفتن رو اسمت میخوره یه زبتر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم جلد بیشرف ولی چه بیتی زد میشی مثل کفتر یعنی آخراش گن زدی دم رفتن رو اسمت میخوره یه زبتر تو اگه بند خدا پوری و دوکی هیپوپولوژیست کلی دیس و دیسپک دادن دیشب. هر کدومشون فکر میکنم دو تا دیسپک دادن. گفتم الان تا یه ما سر زبونه ایم.
سر یه روز به فنا رفته یه از اون هیچکی یادش نیست. نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر بیترینه چیشه یه مشتم و فلزی کامیون و واسه تا لاستیک میارم من برزی پاکسازی میکنیم ملتفت زده تو کار اصلاح جنتیک تت 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 میافتیم مثل کندی سرنوشته آزاده میشه بدتر دایانا کله یه عظیم علی رو میذاریم رو کاتانا سوالی که برام پیش اومده این شب با تختی رابطه چگونه بوده بین مامانا هنو همونه همون قدرت طلب آویزونه که یه جا ساپورت بشه مد متاسفانه دیس قویه ولی نمیتونم بگم واقعا چون دیس هیچکسه نمیدونم و نمیدونیم کی داره درست میگه کی داره راستشو میگه. یعنی چرا این دو ماه سکوت کردی فدای جان؟ واقعا شرایط تخمیه. همونه همون قدرت طلب آویزونه که یه جا ساپورت بشه مدرکم همیشه محکمترن حالا برو به آزاد و بگو راپورت بده اما یادگاری میون مدرکم از همیشه محکمترن. یه ویدیو هم فدایی گذاشته توی پیجش و توی صفحه توییترش، اونم توی ویدیو جداگانه ریاکت میم چون 8 دقیقه است طولانیه یه سری صحبت ها کرده اونم ویدیوشو میذارم. چه محکمترن حالا برو به آزاد و بگو راپورت بده اما یادگاری میمونه برات کبودی اوج تو اون موقع بود که نبودی بتا میاد و فوقی عمودی مرتی که دگوری راست بگوشن اوج تو اون موقع بود که نبودی وای تو اون موقع بود که نبودی بتا میاد و فوقی عمودی مرتی که دگوری راست بگوشن تو مجاهد اومده بود شب عروسی هنوم هستم انگال و بینه تو سوز کدو تنبل ما رفاقت تو سک میریم بالا تو صندلی تمیشه پلوم ازت آقا جانی نبود الان سیدی فروش بودی کف گلو بندک میگه مهدیار آقا جانی نبود تا الان سیدی فروش بودی کف گلو بندک. برمیگرد به این داستانی که اولین آلبوم سروش میومده، حالا نمیم اولین آلبومش بوده یا اولین ترکاش بوده، که مثلا زنگ میزدن خود سروش مثلا کارو موزیکو با سیدی میبرده تحویل میداده 5000 تومن. چه سال مثلا سال 80 اینطورا. ای دهنتو مهدیار. صندلی تمیشه پلوم ازت آقا جانی نبود الان سیدی فروش بودی کف گلو بندک ضربتو نوش کردی شب قبل تو شغالی نسگ زدین همه جورتو کشیدم من خرله میشه زیر برف سر کف فامیلا سارق لفظا من سر خم قدغن بعد نمیدونم من اینجوری هم و چیزی که توی کامنت هم دارم میبینم حس میکنم که همه دارن این ماجرا رو از دید مهدیار میبینن. یعنی اینقدر فوش دارم میبینم تو کامنت ها نثارش شده توی سانکلاد اصلا اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم جرد میشی مثل کفتر یعنی آخراشی گن زدی دم رفتن رو اسمت میخوره یه زبتر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم جلد بشی مثل کفتر یعنی آخراشی گن زدی دم رفتن رو اسمت میخوره یه زبتر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر جایزیه یه سازمانی تونو گاییدم باب. استوب شو عزیزم استوب شو چرا تو رپ هیچ رفاقتی به آخر نمیرسه؟ یعنی ریدم تو رپ پیش رو هیچ کس هیپوبولوژیست و پوری بچه های تیک تاک صادق و حسین شایه و حسین شایه و دانیال الان هم هیچکس و فدایی خدایی ظلمه. یعنی هر کدومشون اگر مثلا یه چیز عادی بودن یا یه چیزی بودن که به مرور کم می شدن اما هیچکس و فدایی و هیچ وقت کسی فکرش رو نمی کرد به نظرم.
دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، یادگاری. حس میکنم که هیچکس جواب میده، منتظر دیسپک هیچکس باید باشین، ولی نه توی کوتاه مدت. یعنی هیچکس هیچ وقت سریع آهنگ نداده، شاید یه فریستایل سریع بده، ولی خود اینکه یه آهنگ دیس بده و مثلا مخاطب اون دیس ملتفت باشه، فکر کن گروهی که خودت آجورشو بذاری و دیس کنی، بعید میدونم اتفاق بیفته. منتظریم. ولی یه ترک دیگه هم فدایی داده با شاپور به نام آچمز، اونم میریم. یه ویدیو دیگه هم دارن که اون ویدیو رو هنوز ندیدم، توی توییتر و پیج اینستاگرامش گذاشته 8 دقیقه توضیحاته، که اونم باز میریم همه رو با هم آپلود میکنیم. خیلی چکریم، دمتون گرم. نظرتون بنویسین راجع به این آهنگ، ریدم توش. سابسکرایبتون نره، لایک کامنت قربان شما. مثل چکریم.